یکی دو دقیقه با تأخیر شد، خیلی مخلصیم. من تا بچه های دیگه اضافه بشن به کلاس، من قربونتون برم، سلامت باشین، چاکریم. صدا اکو میشه بچه ها؟ صدای من اکو میشه؟ اگه صدای من صدا خوبه، اونا که صدا مرسی مرسی مرسی، نه صدا خوبه، پس حتما حتما چک بکن بذارم براتون. و بعد از فایل صوتی با کلی حال خوب میریم سراغ بحث کلاس. من فقط قبل از اینکه فایل صوتی رو بذارم ازتون میخوام توی یک جمله اول دو دقیقه فکر کنید، دو دقیقه فکر بکنید، یک جمله روی کاغذ راجع به معرفی خودتون بنویسید. از دو دقیقه فکر میکنید، یک جمله روی کاغذ درباره خودتون مینویسید، بعد اون جمله رو میان کوتاه میکنید اینجا برای من میذارید. امروز خیلی صحبت دارم باهاتون بچه ها. پس اوکی گرفتی روی کاغذ دو دقیقه، اونا که گرفتن که یک بزنن، دو دقیقه زمان میذاری خودت رو معرفی میکنی. حالا میخوای شخصی معرفی کن، میخوای کاری معرفی کن، چیزی باشه که نظر خودت و یک نفر دیگر رو جلب کنه. این وبینار هم سیو میشه بچه ها. دو دقیقه از الان شروع شد، من تایم میگم 9 و 8 دقیقه است. تا 9 و 10 دقیقه شما این کار رو انجام بدید. فقط بگم چه کاری انجام بدید؟ معرفی خودتون رو به مدت دو دقیقه روی کاغذ بنویسید. بچه ها داره تایم تموم میشه. ننویسید فعلا، وایسید دو دقیقه تموم بشه. ننویسید وایسید دو دقیقه تموم بشه. اینو عوض کن. خب بچه ها، حالا اتفاقی که الان بچه ها، حالا جملاتتون رو بنویسید همزمان به این موزیک هم با هم دیگه گوش میدید. دست من برای لمس گونته، از من تو خسته شدی، تنها بودن بهونته. باشو بیا این برو نگاه کن، تو هم دلت میگیره، یه نفر هست که برای خنده هاتم میمیره، شلوغی رو دوست نداره، همه جا رو تنها میشینه، خودتو که نیستی ولی عکساتو هر روز میبینه. دل کندم از تو، دور بایستادم از تو، حدی خوب بودم برات کلن شدی عوض، و آخر کارشو کردش، قلبم میگیره دردش، دلمو میبره وقتی که سرش شده سردش. دل کندم من از تو، دور بایستادم از تو، حدی خوب بودم برات کلن شدی عوض، و آخر کارشو کردش، قلبم میگیره دردش، دلمو میبره وقتی که سرش شده سردش.
حواسم هست بهت قایمه کی من وسط مترسک و تو واسه من آدمکی شده گریت بگیره تو خنده های علکی ولی مغرورم و نیست رو حتی خط و ترکی هنوز از دور حواسم هست به چشای ناز تو یهگو داری میگیرم از دوستا تو راقه تو بنویسید بچه ها همه بنویسید تو ببینم خواب تو ناامید میشم نبینم وقتی روی ماه تو دل کندم از تو دور بایستادم از تو حدی خوب بودم برات کلن شدی عوض تو آخر کارشو کردش قلبم میگیره دردش دلمو میبره وقتی که سرش شال سردش دل کندم من از تو دور بایستادم از تو حدی خوب بودم برات کلن شدی عوض تو آخر کارشو کردش قلبم میگیره دردش دلمو میبره وقتی که سرش شال سردش بچه ارادت صدای منو دارین؟ صدای منو دارین؟ مرسی 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 مرسی. خب مرسی از دوستانی که این تمرین رو انجام دادن، مرسی از دوستانی که این تمرین رو انجام ندادن. خب همه دوستانی که انجام دادن برای اینکه بفهمن این تمرین چقدر اوکیه واسه بحث کاریتون، لطف بکنید همین الان متنی که اینجا نوشید رو توی تلگرام یک جایی ثبت بکنید و امشب رأس ساعت 10 شب این متن رو استوری کنید. خب و بعدش یه دونه باکس کوئسشن بذارید که من اینم از نظر تو من کیم، اوکی؟ یا بیا اول یه کوئسشن بذار به نظرت کار من چیه، بعد در آخر جمله خودتو بذار. مطمئن باش اگه اول کوئسشن بذاری آخرش بخوای حرف بزنی، چیزایی که ریپلای میزنن خیلی شاید فرق بکنه. ولی اول که بذاری پیجایی که احساس کنی مخاطب پایین تری داره تو اون پیج ها قطعاً بچه ها وقتی اول میذاری آدم ها میان که بهت گیر بدن، میان بهت میگن. یه استوری بذار، همینی که اینجا نوشتی رو اونجا بنویس. بچه ها یه بار برید بیرون دوباره بیایید تو. پس بچه ها قرارمون چی شد؟ قرارمون این شد که برید. آره اول بذارید بعد سوال بپرسید. وقتی اول بذارید بعدش سوال بپرسید آدم ها شهامت پیدا میکنن که بیان از دیدگاه خودشون بگن تو این هستی یا این نیستی. خب گرفتین داستان چی شد؟ مرسی 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 از همه کسایی که این تمرین رو انجام دادن. خب بریم سراغ بچه ها وبینار امشب. قبل از اینکه موضوع رو شروع بکنم هر کدومتون در حد یک تایتل واسه من بنویسید که دوست دارید توی این کلاس بیشتر راجع به چه موضوعی صحبت بشه. فروش، روش تدریس. مرسی 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 طوری مطابق متفاوت. لینکدین مارکتینگ میکس، فروش، بازاریابی و مشتریابی. مرسی ازتون مرسی. یه نکته بهتون بگم، اگر از هفته دیگه، یعنی هفته دیگه ما دوباره وبینار رو برگزار میکنیم، یک شنبه ها میخوام همیشه بچه ها ساعت 9:30 تا 10:30 هر شب براتون وبینار سی فن یا فنون استادی که شد ادامه بدم. و بچه ها واقعا برای ما هم هزینه داره هم زمان داره.
اینکه امروز میخوام یک مقدار متفاوت تر با هاتون صحبت بکنم و راجع به چند تا موضوع از دیدگاه های مختلف با هاتون صحبت بکنم. اینکه ببین، مشکلی که همه اول از همه دارید امشب فن اولی که امشب میخوام بهتون بگم کاملا تجربیه و شاید یک بحثای علمی هم داخلش باشه. من وقتی که میگم دوست دارید راجع به چی صحبت بکنم، شما میایید از مشکلاتی که خودتون درگیرش هستید شروع میکنید به صحبت کردن. قبول دارید؟ از مشکلی که دارید، تو میگی تولید محتوا، اون میگه تبلیغات، اون میگه فلان، اون میگه بیسار، همه چیزهای مختلف میگن. خب ولی یه چیزی بهت بگم، من 2-3 روز پیش سوار یه موتور شدم. حالا خاطره رو که میگم شاید الان یه سری باز بگن چرا رفتی سراغ یه موضوع این شکلی. من صحبتام جوریه که تو ذهنت قلاب بشه. من که دوستان مدیر یکی از شعبات شیلاه، خب رفته یه شعبه شیلاه رو گرفته، بعد توی اون شعبه شیلاه کار میکنه، مثلا بغل دستی دبیرستانم بوده، به هم پیام داد گفت همین با بچه‌ها دوباره دوره هم جمع بشیم همون ببینیم. حسین متأهل شده، بچه 3 سالشه، بقیه بچه‌ها اومده بودن، همه به قول معروف زندگی‌های خودشون رو داشتن. چند تا اتفاق تو این مسیر واسه من افتاد. خب اینه که بهروز صدای من خوبه، واسه همه بچه‌ها خوبه، برای تو خوب نیست، پس اول یقه خودتو بگیر ببین میتونی درستش بکنی یا نه، چون بچه‌ها همه دارن صدا رو با کیفیت میشنون. خب من طی راهی که خواستم برم، خب یک مقدار دیر رفتم، بعد سوار یه موتور شدم، رسیدیم از توحید پیچید بالا. اون از توحید که میپیچه بالا یک بزرگ تابلو آزمایشگاه زده که زده آچی تست پیشگیری سرطان، ایدز، نمیدونم و یه سری آیتم های دیگه. یه اون موتوریه با یه ترس و لرز برگشت به من گفت داداش یه چیزی بگم. گفتم بگو. گفت داداش من فکر میکنم ایدز گرفتم. گفتم چرا قربونت برم اینجوری فکر میکنی؟ گفت 2 هفته است جرأتم ندارم برم آزمایش. بعد گفتم واسه چی؟ گفت 2 هفته است که ببخشید من از استرس اسهال گرفتم. بعد گفتم دیگه چی؟ گفت سرفه میکنم فکر میکنم ایدز دارم. گفت نمیدونم فلانه فکر میکنم بیساره. بعد بهش گفتم ببین اصلا مسئله خاصی نیستا، تو چجوری میری تست کرونا میدی؟ تست یک ویروس میدی، این هم یک ویروسه، ممکنه داشته باشی، اگه داشته باشی بهتره که زودتر بفهمی. دو تا صحبت، حالا به حسین قندی و رستوران شیلا میرسیم. خیلی وقتا ما فکر میکنیم یه مشکلی داریم، وقتی فکر میکنیم یه مشکلی داریم اون مشکله شروع میکنه ما رو اذیت کردن. ولی بچه ها یه چیزی بهتون بگم، تا 90% ما مشکل نداریم، ما مسئله داریم. ببین نگاه کن، فن اول استاد امشب میگه ما زمانی که مشکل داریم دست و پامون بسته میشه، ولی وقتی مسئله داریم دنبال راه حل میگردیم. گرفتی چی شد؟ گرفتی فرقش رو فهمیدی؟ تو وقتی مشکل داری شروع میکنی خودت رو اذیت کردن، شروع میکنی به اذیت شدن، ولی وقتی میبینی که به مشکل نگاه به یک مسئله میکنی دنبال راه حل میگردی. حالا من اینجا ازتون میخوام وقتی که یکی بهتون میگه خب تو بیزینس چه مشکلی داری، بیا حالا کلمات تأکیدی و اینها من زیاد تو فازش نیستم، بیا فقط تو فن اول استاد که امشب داره بهت میگه، بیا به این فکر کن که تو، خب حالا از این جملاتم هادی به کار نمیبره، بیا به این فکر کن که این یه مسئله است، این یه تکنیک داره بچه که چی جوری ما این کار رو انجام بده. ولی تو الان احمقانه فکر کن این مسئله است. ببین نگاه کن، اگه اون فکر میکرد که این یک مسئله است دنبال حلش بود. طرف میگه من نمیتونم جلوی دوربین بیام، وقتی میگه نمیتونم جلوی دوربین بیام حرف بزنم این مشکله، وقتی میره پیش یکی دیگه میگه ما مسئله است منم نمیتونستم، بیا پاشو فلان بکن. اوکی، پس فن اول رو یاد گرفتیم، فن اول رو فهمیدیم که مشکلات ما از نظر خیلی افراد دیگه مشکل نیست، مشکل ما از نظر خودمونم واقعا شاید مشکل نیست. و یه نکته دیگه بچه‌ها، رفتیم پیش حسین، من همیشه خدا
آدمای دور و برم رو یک پیش‌فرض و یک قضاوتی میکنم و سر پیش‌فرض و قضاوتی که میکنم تصمیمات رو میگیرم. ببین این دیالوگ رو همتون شنیدین، میگن طرف متأهل شد بدبخت شد، بچه‌م اومد بدبخت‌تر شد از لحاظ مالی ها، از لحاظ مالی اینو شنیدید دیگه. میگن توی اوضاع گرونی کی زن میگیره، کی فلانه، کی بیسار، کی بچه میاره، فلان بیسار و ما. حالا یه دیالوگ جالب بهتون میگم، میخوام فن دوم بگم. بچه ها حواسا هست دیگه، همه یک بزنید. یه فن صفر بهتون گفتم که مطمئن باشید کل بیزینستون رو تغییر تحول میده. چیزی که تو میخوای راجع به خودت بگی، مثلا یکی از بچه ها نوشته بود من متخصص اینستاگرام هستم، فلان فلان بلدم، در اصفهان شمارش هم گذاشته بود. این تکنیک باعث میشه مخاطبین تو، مشتریان تو، تو رو ادب کنن. این تکنیک باعث میشه که مشتریان تو بگن اصلا بابا تو این نیستی، ما فکر میکنیم تو فلانی. طرف دیگه من متخصص بیسارم و امانم، مثلا سارا خطیبی از دوستان منه توی این وبینار، بعدم میگه فکر میکنم که من روانشناسم، من اینجوریم. بعد یهو الان استوری میذاره میبینه که اصلا آدم ها فکر نمیکنن تو روانشناس باشی. بعد نکته بعدی، تو استوری میذاری هیچ ریپلای نمیخوره، میبینی انقدر طولانی نوشتی که آدم اصلا نتونسته این طولانیه رو بخونه و درک کنه. یه نکته دیگه راجع به این مسئله بهتون بگم، ما میگیم آدم ها توی ذهن آدم های دیگه یا برند ها توی ذهن آدم ها یک جایگاه دارن. بچه ها من شبا کتاب لوکس اولیوان رو که تبلیغات خلاق هست رو دارم میخونم. دیشب برمیگشت میگم ما وقتی تولید محتوا میکنیم دنبال این هستیم که یک جایگاه تو ذهن مخاطب پیدا کنیم یا جای پای خودمون رو سفت کنیم. تو یه جایی اصلا داری میری اشتباه اون جایگاه رو پیدا کنی، اصلا اون جایگاهی که خودت فکر میکنی اون چیزی نیست که مخاطب داره بهت میده. بعد هی اینها رو نزدیکتر کنی. این فن صفر بود. فن یک چی بود؟ ما خیلی وقت خودمون فکر میکنیم مشکل داریم. وقتی خودمون فکر میکنیم مشکل داریم، خب تبلیغات خلاق مقصود لو. بچه ها تو رو خدا اسم فامیلتون رو کامل بزنید، من حداقل بتونم صداتون کنم، بدونم آقای خانومید چیه داستان. ما وقتی فکر میکنیم مشکل داریم دست و بالمون بچه ها بسته میشه. وقتی دست و بالمون بسته میشه از خیلی از کارها میمونیم. اول از همه بیا صحبت درونی با خودت ایجاد بکن. مسعود تو رفیقمون، مسعود صادق لوی فکر کنم، بیا با خودت صحبت بکن، صحبت درونی، ببین که واقعا تو مشکل داری یا مشکل نداری. اگر مشکل داشتی تبدیلش کن به مسئله، راه حلش رو پیدا کن. مشکلی مسئله نشه راه حل نداره. حالا میریم سراغ فن دوم. بچه ها فن دوم ما میریم سراغ این که صحبت و داستان حسین قندی. حسین ما فکر میکردیم زن و بچه دار شده، بدبخت شده، بیچاره شده، فلانه، هی مثلا قصه میخوردم. چند سال پیش بیزینس عطر با حسین ما را انداختیم، بعد من همش درگیر این داستانا بودم که حالا چجوری میتونم به حسین کار کنم. تا نشستیم، تا این فکرها رو گذاشتم کنار، میخوام راجع به مشتری صحبت کنم، تا این فکرها گذاشتم کنار بودم، حسین چه خبر؟ گفت مخلصیم، داریم اینجا رو میبریم شیلای ملت. گفت ما قراره شیلامونو، یعنی شعبمونو با شعبه ملت جاشو عوض کنیم، اونجا رو رشد بدیم. گفتم خب چقدر میگیری؟ یه عددی گفت که من دیگه نگفتم حسین قندی بدبخت شده، نگفتم بیچاره بچهش، نه هیچ داستانه دیگه. من یه دوستی دارم بچه ها 17 سالشه 18 سالشه، از بیرون میبینی دائم داره این ور اون ور میره، نمیدونم هیچ کاری نمیکنه، فلانه بیساره. الان اگر من نمیشناختمش میخواد تو دوره VIP من شرکت بکنه. دوره VIP من 12 تومنه قیمتش. خب اگر من نمیشناختم میگفتم آخه این بنده خدا بابا هنوز دانشگاه نرفته، فلانه، اباباش پول میگیره، به جای مثلا ماهی 1 تومن ازش ماهی 800 بگیرم، فلان کار رو بکنم، بسیار کار بکنم. آقا یه چیزی رو داشته باش، مشتری رو قضاوت نکن. بیزینس تو در راستای مشتری مدارید باید چارچوب داشته باشه. تخفیف دادن تو باید طبق یک اصولی بره جلو.
کدوماتون واسه بحث قیمت دادنتون، تخفیف دادنتون دائم درگیر قضاوتی؟ کدومتون تا وقتی مشتری میاد میگه من پول ندارم سریعا آدمی هستید که از اون فرد اثر میگیرید؟ پس اتفاقی که میفته چیه؟ ببین من یه مثال میذارم چون راضیه. من با دوتا از بچه هایی که توی دوره مارکتینگ پلنم بودن یه شبی سمت اندرزبو بودیم، یکی هست تو اندرزبو باید میسید به اسم جلال چای میده. خب ما که پیچیدیم چون مسیر خونه علی باید از تو اندرزبو ردشیم بریم سمت خونش. خب ما داشتیم میرفتیم، این اومد شروع کرد با من صحبت کردن، گفت اینجوریه اینجوریه، کل پولمو نمیدونم ریختم بیت کوین، نه خاک تو سر ایلان ماسک فلان بیسار، گفت که پول ندارم فلان بیساره. خب گوش بده اینجا رو، خوب گوش بده. من گفتم اوکی رفیق شدیم، اوکی چای خوردیم، اوکی رفتیم بلال خوردیم، اوکی این شد. امروز به من پیام داد حاجمید که همو ببینیم. من بهش گفتم با خانم عباسی چک کن. چرا؟ چون توی لیست چارچوب من یک بار من از لحاظ بیزینسی وقت میذارم در راستای رفاقتم، ولی دفعه دوم من پول پرداخت کنه. بچه ها وقتی ما میایم میگیم مارکتینگ میکس، وقتی میایم میگیم آمیخته بازاریابی پرایس رو مطرح میکنیم، از جانب ما نسبت به مشتری داریم دقیقا راجع به چی صحبت میکنیم؟ داریم راجع به این صحبت میکنیم که ما باید لیست قیمت هامون، لیست تخفیف هامون و مدل تخفیف هامون در بیاد. حالا این که ما نمیایم مدل تخفیفمون رو در بیاریم، یا اصلا بدتر مدل تخفیفمون رو در میاریم ولی بهش پایبند نیستیم، دلسوزی میکنیم، تلمون میخوره، هزار تا اتفاق میفته واسه اینکه آدما رو قضاوت میکنیم، واسه اینکه آدما رو قضاوت میکنیم. اوکی اوکی بچه ها، پس واسه خودتون چهارچوب بذارید. و یه چیزی بهتون بگم، حالا اینجا یه اتفاقی میفته، خب یه اتفاق رو خوب گوش بده. یه جایی آدم ها میان سر کلاس امثال حمید سباقی، حمید سباقی اینا رو وحشی میکنه، میگه که ببین حمید سباقی گفت قیمت خودت رو بذار فلان بشه بیسار بشه اینجوری بشه، دیگه قیمتم رو میبرم بالا. از دیروز جلسه آیلتس مثلا 200,000 تومان آموزش میدم، همین شبون گفت من باید بکنم 400 تومان، دیگه تخفیف نمیدم، دهن مشتری سزار. نه عزیزم، میگه که ما هرچی میخوریم از افراط و تفریطه. من نمیگم یهو عوض شو به قول چیز پولوس خورد کنی، ولی داستان اینه که ببین تو باید یک مدلی رو بگذاری و بیای پله پله بری جلو. و نکته بعدی، ساده ترین راه، ببین رقبای تو و رهبرای بازار تو دارن چه جوری عمل میکنن. ما توقع داریم میزان درآمدمون حرفه‌ای بشه، ولی نمیایم قسمت به قسمت به قسمت به قسمت بیزینسمون حرفه‌ای کنیم. گرفتین داستان چیه؟ حالا اینو میخوام یه ذره بازش کنم. اینو اگه بخوام بازش کنم، بچه‌ها نگاه کنید، خیلی ساده، خیلی ساده. اکثر شماهایی که اینجا هستین فکر می‌کنم بیزینستون 1-5 نفر است. درسته یا غلطه؟ درسته. مرسی. مرسی همتون. بچه‌ها بیاین توی گوگل سرچ کنید. چیزی که باید توی گوگل، مرسی ابراهیم جان، حالا بزرگتر. بزرگتر هم باشه این چیزی که میگم اوکیه. خب بیاین از توی گوگل یک چارت سازمانی دانلود بکنید. مثلا بزنید چارت سازمانی یک شرکت. وقتی میزنی، مرسی مرسی مرسی، باعث افتخارم، گفتم اکثریت بچه ها. خب شما هم این فرمول سازگاره، فقط واسه اونایی که 1-5 نفرن یه نکته ای رو من باید بهتون بگم. ببین شما میان چی کار میکنید؟ شما میاید میزنید از گوگل یک چارت سازمانی دانلود میکنید. وقتی چارت سازمانی رو دانلود کردید، توی وهله اول میاید سمت‌های آدم‌های مختلف رو روی چارت سازمانیتون در میارید. وقتی روی چارت سازمانی فهمیدی که یک چارت سازمانی، یک بیزینس، یک اسمال بیزینس، یک اصلا بیزینس متوسط یا بزرگ به این شکل هست، اگر یک نفری این آگاهی رو باید پیدا کنی که مثلا این کار خودم برم. حالا دو نفری این کار این کار این کار این کار این کار من این کار این کار اون،
80 نفری این کار اون. حالا نکته بعدی، چیزی که باید بدونی، شرح وظایف قسمت به قسمت چارت سازمانیت باید در بیاد. چکلیست دستورالعمل قسمت به قسمت در بیاد. علی رضا من نگفتم تیم سازی کنید. میگه هر کسی از ظن خود شد یار من اجازه بده. اصلا به تیم سازی نگفتم. من فقط میخوام راجع به این که قسمت به قسمت بیزنسونو چجوری هماهنگ کنی یک طرفن بگم. حالا وقتی اومدی چهار تا درآوردی، فهمیدی هر قسمت برای چه کسیه یا برای خودته یا برای اسخر و محمده، کاری که باید انجام بدی چیه؟ وظایفو که درآوردی بیای ببینی هر کدوم از وظایفی که توی این چارت سازمانی مطرح شده تأثیرش تو کدوم قسمت‌های دیگه است. بچه‌ها وقتی ما میایم راجع به محیط بازاریابی صحبت می‌کنیم، میایم میگیم که بازاریابی ما، فروش ما ناخودآگاه داره به قسمت‌های دیگه سازمانمون و سیستممون اثر میده و اثر می‌گیره. ولی حالا میدونی داستان چیه؟ خوب اینجا رو گوش بده. تو اومدی غلام رضا هستی؟ آیلتس هستی غلام رضا؟ ببین ناکن، تو میای، مرسی عزیزم، تو میای وقتی که چارت سازمانی در میاری میگی آقا وظیفه مدیر چیه؟ 1 2 3 4 5. وظیفه بازاریاب چیه؟ 1 2 3 4 5. یه نکته واو فاکتوری که خانم کبرا فکر کنم که بودید توی خانم کبرا پور ایوز که اینجا بودید، وقتی این کاری که میگید انجام میدید، 3 ماه گذشته خودم این کارو مجدد واسه شرکتام انجام میدادم، میفهمی که چه کارهایی انجام نمیدادی که این آمیختگی بیزینست رو داشت زیر سوال میبرد. ببین الان یکی از استارتاپ های من که به تازگی استارتش خورده توسط یک نفر به صورت کاملا مستقیم و 2 نفر به صورتی که 1 نفرش غیر مستقیمه داره میره جلو. من وقتی که چارت سازمانی رو اووردم واسه این پیاده کردم، فهمیدم که آقا این قسمت باید این کارها انجام بشه. حالا 1 نفره باید بیاد این کارها یا به کل انجام نشود یا اگر میخواد انجام بشه طبق یک چکلیست انجام بشه. بچه ها تو رو خدا نگاه کن، 100 نفر نزدیک 100 نفر تو ببینن، تو رو خدا حرف من اگه فهمیدی 1 بزن، به احترام خودت و احترام من. اگر حرف من رو نفهمیدی 2 بزن، قربونت برم. ممنونم. پس جامعیت که دارن میگن این موضوع رو فهمیدن، خب خیلی خیلی اوکیه. اونایی هم که بچه ها نفهمیدن بیان به من دایرکت بدن، فرصت رو استفاده کنم وبینارهای بعدی اولش بیان و این قضیه رو بچه ها با هم دیگه ببریمش جلو. آفرین سمیه، یه جمله خوب، یک نتیجه گیری درست. ما باید اگر میخوایم رشد بکنیم همه قسمت های بیزینسمون برسه به یه چکلیست، یک چکلیستی که ما وقت نمی کنیم یه سری کارها رو انجام بدیم. ببین یه چیزی رو من تا حالا نگفتم، ما وقتی واسه مشتریان آژانس دیجیتال مارکتینگمون طراحی سایت انجام میدیم، من یک چکلیست 27 موردی دارم. خب میام بررسی میکنم که اگر این 27 مورد توی سایتی که دادم یکی از بچه های تیمم طراحی کرده اوکی باشه، اوکیه. ولی میدونی اگه چکلیست رو نداشتم چه اتفاق میفته؟ هر بار هر سایت رو برمیشستم دونه دونه هی صفحه به صفحه نگاه میکردم. ناکن الان یکی از بچه ها زده، خب مثلا من حسابدار ندارم، دارم کارش انجام میدم، الان یعنی بر اساس چکلیست برم جلو و پسر خاله بازی با کسی نداشته باشم. یعنی چی؟ یعنی این که ببین حسابدار نداری، خوب گوش بده، وقتی مشتری واسه پول میزنه کار حسابدار چیه؟ سند خرید اون مشتری ثبت بشه. وقتی حسابدار نداری، مشتری مثلا عودت وجه میزنه، عودت وجه باید ثبت بشه. این پوله که اومده باید میزان هزینه میزان سود از هم جدا بشه.
حالا ببین نگاه کن، من امشب با علی صادقبافی با هم بودیم هتل لاله. علی گفت من باید برم خونه حساب کتاب بکنم. علی میدونه که حسابدار نداره و میدونه که الان باید بره طبق چک لیستش جمع بزنه، پول کارمندا رو بده، فلان بکنه، بیزار کنه، بم کنه و تموم شد و رفت. حالا تو قسمت فروش اتفاقی که میفته چیه؟ میگه آقا فروشه باید این کار این کار این کار این کار این کار انجام بده. حالا تو میتونی از سیستم توقع اینو داشته باشی که اگه پول نداد به این فکر کنی که تو مسئله داری. حالا تو اجازه داری که بیای بگی که بیزینس من فروش نداره. حالا تو اجازه داری بیای بگی که فلانه. و بچه نگاه کنید، با همین چیزی که بهتون گفتم نصف مشکلاتتون تبدیل به مسئله شد. به گزارش روزانه تیم میشه ربطش؟ نه، هیچ ربطی نداره. روش یعنی ترقه همه جایی در تمام قسمت کسب و کارم. ولی یه نکته بهتون بگم. خب ببین، کسی که آموزش میده و سازمانی نداره همه کاری با خودشه. برای نظم شخصی چکلیست کمک میکنه. ببین یه نکته بهت بگم، واقعیت امر چیزی که همه مدرسین میان میگن اینه که تو باید سیستمت، سازمانت، قسمت به قسمتش مکمل همدیگه رشد بکنه. ولی بچه این اتفاق هیچ وقت نمیفته. توی عملیات و توی بحث کارهایی که و پروژه هایی که ما داریم انجام میدیم، من واقعیت امر حرفی که خودم میزنم رو من تا حالا ندیدم. یک قسمت رشد میکنه، آسیب میزنه به یه قسمت دیگه، فشار میاره روی قسمت دیگه که یا رشد کنه یا این قسمت به حالت قبلی برگرده. پس میدونید وجود چکلیست چه کمکی میکنه؟ وجود چکلیست به تو اجازه رشد هم مشخص میکنه. نوشته استاد سبق، معمولا اشخاص که از صفر الان با برنامه شروع نمی کنن بیزینسی رو در کسب و کارشون، ماهی که الان خیلی ببین بچه ها این سوال رو موافقید من پین کنم واسه دقیقه کسی یک نزنه. استاد سباقی، معمولا اشخاصی که از صفر الان با برنامه شروع نمی کنن بیزینسی رو، این کارا رو انجام میدن و تر کسب و کارشون رو میزنن، ماهایی که سوالتون چقدر گنگه واسه، ماهایی که الان خیلی پیشرفتیم و خیلی معمولی، حالا چیکار کنم؟ اصلا میتونیم میزانه خر... آره ببین یه جمله هست، یک جمله هست و من اینو شاید خودزنی باشه خب، ولی میگم جلوی چرخه غلط رو یه جا باید گرفت. من یه تجربه بهتون بگم به هم به یک بزنی تا بهتون بگم. بچه ها یکی از خفن‌ترین کارشناسای آموزش من که همتونم در ارتباط بودید باهاش خب، و اسمشم نمیارم، تو رو خدا اسمم نیارید اگر میتونید، من باهاش از سمت خودم قطع همکاری کردم، حتی تو سمینار پنجشنبه هم اومد و ارتباط دوستانمون هست. ببین یک جایی یک نفری طبق برنامه ما، نظم ما و همه اینها جلو نمی اومد توی بحث فروش. یک روز بود، یک روز به اختیار خودش نبود، می اومد واسه ما تعیین تکلیف میکرد که آقا واسه شما چه فرقی داره که این باشه یا اون باشه. ولی نکته چیه؟ نکته اینه که درست نیومدی، بیزینس دیمی بوده، شیکمی بوده تا الان. جلوی چرخه باطل رو بگیر و هزینه داره. هر اصلاحی هزینه داره. هر اصلاحی که بخوای انجام بدی باید تاوانش رو پرداخت کنی. چون یه جا غلط رفتی جلو، الان میخوای درستش کنی و تاوان بدی. پس بچه ها اینم واسه این موضوع، منظورتون انضباط شغلیه، شما هر جوری میخوای متوجه شو. ولی من دارم میگم هر جایی توی بیزینست چرخه غلط داری ادامش نده، فروشتو متوقف کن، ادامش نده. ببین تو انبار چقدر جنس داری، یه مشتری دو مشتری رو ول کن. بچه حالا میدونید چی جوری چیزو پیدا میکنید، چرخه غلط رو پیدا میکنید؟
جایی که زحمت بیش از حد میکشید. یه مثال خفن بزنم، یه مثال خفن بزنم اصلا میتره کنتتون. ببین بقیه مثال خفن نمیخواید؟ مرسی مرسی بچه ها. من با افتخار همه جو گفتم من شاگرد بازار عروسک فروشی پیش آقای صبحانی کار کردم. خب زمانی که من تو مغازه بالا بودم پیش آقا امید بودم، ما یه انبارمون زیر پاساژ موثقی بود، یعنی هر کسی بازار 15 خرداد رو بره کوچه باری که بغل مسجد شاه بیاد بازار عروسک از پابازی رو دیده. خب ما یه انبارمون زیر پاساژ موثقی بود، یک انبارمون زیر پله نوروزخان بود، یه انبار دیگه‌مون هم باقر شهر بود. انباری که بچه‌ها ما توی زیر پاساژ موثقی داشتیم یک جایی بود که فقط یک نفر میتونست بره توش بیاد، ولی به ارتفاع خیلی بالا. مشتریایی که میومدن در مغازه زیر 2 میلیون زیر 3 میلیون خرید میکردن، ما همیشه خدا میرفتیم از انبار موثقی بار رو جمع میکردیم میاوردیم. تا زمانی که حسین لوره، اینو حسین لوره توی مغازه ها ما نزدیک 20 نفر تو کل سیستم صبحانه کار میکنیم، حسین اومد و یه اتفاق خیلی خفن چرب جلوی چرخه باطل رو گرفت. ببین مثلا توی فاکتور زده بود میکی موس سایز 3، نمیدونم مثلا به فرض مثلا سالیوان سایز 2. ما کاری که میکردیم از انبار که جنس میومد همه رو میچپوندیم، یعنی مثلا میگفتیم کل میکی موسا اینجا، میچپوندیم تو قفسه، کل سالیوانا اینجا، کل ماداگاسکارا اینجا، مثلا خرس کف و پنجه اینجا، این اینجا، همه رو بدون اینکه سایزا رو چیز بکنه میچیدیم. حالا مشتری اومده تو فاکتور میخونه 10 تا خرس سایز 2 میخواد، همه ی خرس ها از سایز 1 تا 5 یه جا چیدیم، چه اتفاقی میافتاد؟ ما باید دونه دونه در می آوردیم، سایزا رو می دیدیم، می چیدیم 4, 5, 3, 1, 2 تا اون بار مشتری رو برداریم. اشتباه هم می کرد. حسین اومد جلو چرخه باطل رو گرفت، اومد چوب زد بین قفسه، بعد زیرش کاغذ زد. خب زیرش کاغذ زد سایز 1, سایز 2، همیشه سر برچسب ها می گرفت از اینا که بلند میشن دوباره میزنن، میزد اینجا کوالا، اینجا فلان، اینجا بیسار. حالا نکته بعدی، یه اتفاق خفن، وقتی که مثلا یه قفسه درست میکرد سایز 1 کارو میشیدیم بالاش اوکی بود، میومد از یه جنس مشابه ولی با یه رنگ دیگه تو اونجا میچید. مثلا من یادم وقتی میرفتیم انبار کوالا خاکستری بود، مثلا خرسای ولنتان قرمز بود. خب ما وقتی میرفتیم مثلا سایز 1 سگ آی لوف یو برداریم که قرمز بود، میفهمیدیم که قرمزا سگ آی لوف یو فلانه. حالا میدونی چرخه باطل کجا کنسل شد؟ اونجایی کنسل شد که ما کمتر به زحمت میافتادیم. میتونید حس دشواری، حس گرمای انبار، حس خفه بودن انبار رو بچشید؟ اگه بچشید که تو هی باید عروسک رو در بیاری، کل پوست دستت خراب میشه، هی باید جا بزنی، ولی یکی میاد یه کاری میکنه که تو 1, 2, 3, 4 میچینی، 1, 2, 3, 4 گونی پر میکنی میری بالا. پس جایی میفهمی روندت غلطه، هیچکی هم از بیرون بهت نگه که داری بیش از حد به زحمت میافتی. جایی میفهمی روندت غلطه که وقتی برمیگردی یهو میخوای بعد 2 ماه حساب کتاب بکنی، نمیتونی حساب کتاب درست بکنی. خیلی موضوع عمیقی ها، یعنی به خدا بچه ها روزیتونه خدا این خاطراتو میاره تو ذهن من که واسطتون بزنم که قضیه جا بیفته براتون. خب فن 3 بود. باور کنید الان میبینیم ساعت 10 شد، تصویرمو میبندم. میخوام چیکار کنم بچه ها؟ هر کی گفت آفرین.
وبینار که رکورده. نه نه بچه شیرکاکاو خدای شدن نمیخورم برخص. نه بچه من وقتی تصویرم میبندم آب میخورم. راز سلامتی دقیقا اینها نگاه کنید اینها شیش. راز سلامتی خوردن آب همدمای محیطه. روزی یه دونه ویتامین سی هم بندازی توش باحاله. خب بچه ها بریم جلوتر یه چیزی دیگه میخوام بهتون بگم. بچه ها ذهن انسان ها، خب این نکته ای که میخوام بهتون بگم خیلی مهمه. ذهن انسان ها مفاهیمی رو از شما میگیره که از گذشته به همراه داره. فن چهار مفاهیمی رو از شما میگیره که از گذشته به خاطر داره. ببین یک مثال میزنم. یک فردی از بچگی به خاطر جرمی که اجدادش انجام داده توسط یک پادشاه در زندان انفرادی افتاده که فقط زمانی که میخوان غذا بهش بدن یک دریچه باز میشه و غذا داخل دریچه قرار میگیره. تصورش از نور یک دریه که باز میشه، یک نوری میتابه و غذا هل میده تو. وقتی برمیگردی با این آدم صحبت میکنی از نور، وقتی میخوای توضیح بدی بهش لامپ بفروشی، باید بیای مقایسه بکنی نور لامپ تو با اون نوری که دریافت کرده. وقتی که بچه ها شما میخواین یک جنسی رو بفروشید، مثلا قبلن ها میومدن توی جنس ها از خطکش استفاده میکردن. خب مثلا یک سایتی مثل گل تک میومد توی لباسش میگفت از سر آستین تا اینجا انقدره، از اینجا تا اینجا انقدره. ولی آیا متر زدن و سانت زدن برای محصولات فیزیکی همیشه خدا مثل پوشاک جواب میده؟ نه بچه ها، ما واسه این که بتونیم مفاهیم رو درست تشریح کنیم باید از تکنیک مقایسه استفاده کنیم. ببین من مثال میزنم. به فرض مثال یک پارچه آب رو همه دیدن. من اگر میخوام اندازه یه سوسی که میفروشم رو بگم، میام میذارمش کنار یک پارچه آب. تو الان تقریبا چون این پارچه رو همه دیدن اندازه این سوس رو درک کردی. گرفتی داستان چی شد؟ حالا داستان اینه که قرار نیست توی پرزنت محصولت شق القمر کنی. قرار نیست توی پرزنت محصولت بیای یک اتفاق مختلف رو رقم بزنی. هر جایی نتونستی مفهومت رو منتقل کنی توی محتوا، توی دایرکت، باید بیای چیکار بکنی؟ باید بیای کاری که انجام میدی اون ذهن فرد رو ببری به سمت چیزی که درک میکنه و اون رو در کنار امکانات محصول خودت بذاری. گرفتی داستان چی شد؟ ببین مرسی نگرفت. آقا طرف میخوای بهش آیلتس یاد بدی، آیلتس تازه اومده. وقتی میخوای آیلتس رو توضیح بدی میگه همون تافله ولی فلان چیز. گرفتی خدا رو شکر. میاد میگه که دوره فلان شما آقای سباقی چیه؟ میگم اوکی دوره فلانی رو دیدی، فلان کتاب رو خوندی، این اینجوریه اینجوری اینجوری ولی اینجوری. آفرین چه جمله قشنگی، به خدا من تو وبینارو یاد میگیرم. از دانسته بریم به سمت ندانسته. بچه ها یه چیزی بگم، یه درد دل بکنم. من دوست داشتم به جای 101 نفر 1001 نفر تو این کلاس بودم. و میدونید شما قشری هستید که اینجا دارید متوجه میشید، نه رویای، نه آرزوه، نه جو، نه انگیزشیه، نه هیچ داستان دیگه. و آدم ها سخته که بخوان چیزی فراتر از اینها رو درک کنن. بچه ها یه چیزی بهتون بگم،
98% آدم ها دوست دارن که کتاب بخونن. از 100% 2% هم که هم دوست دارن کتاب بخونن کتاب بخونن. پس به نظر من اگر دوست داشتید واسه یک شنبه هفته بعد خیلی خیلی کمک کنید، خیلی بشینید با دوستاتون صحبت بکنید که بیان تو این وبینار، من خیلی خوشحال میشم، انرژی بیشتر میگیرم. بریم بچه ها جلوتر، بریم جلوتر. فیلم این وبینارم در اختیارتون قرار میگیره. بچه ها یه چیزی بهتون بگم، ما زمانی که میریم سراغ فن بعدی، 10 تا فن قبلا بهتون یاد دادم، 4 تا هم الان یاد دادم، میریم سراغ فن پنجم. ما خیلی وقتها بچه ها در مسیر بازاریابیمون با محتوامون یک سری کلمات و عباراتی استفاده میکنیم که ناخواسته اشتباه برداشت میشه. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه ما وقتی میایم توی پیام بازاریابی میگیم این مهمه که چه جوری بگی و کی بگه، منظورمون همینه. ببین شما باید بچه ها مراقب عباراتی باشید که اشتباه برداشت میشه، یا ازش استفاده نکنی یا ازش استفاده کنی و توجه بکشی. ببین نه اسلاید نداریم توی فنون استاد، ما اسلاید نداریم و صحبت ها به صورت پرزنت و تشریحه. ببین ما توی یک مثال میزنم که شما متوجه بشید، اتفاقی که چند وقت پیش از روی قصد این اتفاق افتاد، دو جنبهشو میخوام درک کنیم. بچه ها همه تون عاقل مرد و عاقل زن و عاقل پسر و عاقل دخترید دیگه، از حرفی که میخوام بزنم و بحثی که هست به هیچ وجه وجود ناراحت نشیم. بچه ها ما یه چیزی داریم که اینستاگرام به اسم تگ آلت. خب تگ آلت میاد توی اینستاگرام، تو یک سری متن میذاری پشت عکست، توی بحث SEO و اینها هم هست. ولی alt به انگلیسی اینجوری نوشته میشه، خب توی محتوای فارسی این شکلی نوشته میشه. حالا نگاه کن، استفاده از این کلمه هم میتونه باعث بشه که مخاطب تو از نکن این کلمه داری استفاده میکنی، این کلمه باعث میشه، نکن alt هیچ جایی هم نمیتونی ا او بذاری توی فارسیش، هم میتونه مخاطب رو تهیج بکنه که محتوا تو دیده، هم میتونه مخاطب رو از تو دور کنه. حالا ما توی قسمت به قسمت کارمون، توی لایه به لایه کارمون، حرفهایی هست، محتواهایی هست که ما داریم ازش استفاده میکنیم ولی هیچ وقت به این قضیه فکر نمی کنیم که دو سمتش چیه. یک بررسی کردن بین یک سری کانتنت مارکتر، دیدن که آدم‌ها، بازاریاب‌ها توی بیش از 94-95% مواقع فقط و فقط از یک محتوا هیجانش رو دریافت می‌کنن و علاوه بر این که به اضافه هیجانش به دستاوردهای محتوا نگاه میکنن، ولی هیچ وقت به این موضوع نگاه نمیکنن که این محتوا میتونه چه تهدیدی براشون ایجاد کنه. صحبتم عمیق بودا، صحبت من عمیق بودا. دوباره میگم ببین الان من دارم مثال میزنم، بذار یه مثال واقعی بزنم و واقعا این اتفاق میفته. من الان به این فکر میکنم که یک وبینار میذارم یک شنبه ساعت 9 شب که به شما آموزش بدم فنهایی که شاید هیچ جایی بهتون گفته نشه مثل این فن. وقتی که به این وبینار فکر میکنم میگم چی میشه؟ یک کار مسئولیت اجتماعی تیم منه. 2 به این فکر میکنم مخاطب منو میشناسه، بعداً میاد با هم قرارداد میبنده، ازم مشاوره میگیره و آموزش و فلان، من درآمد زندم. بعد بیشتر شناخته میشم، آدمهای بیشتری با خط فکری من آشنا میشن. قبول داره همه اینها جنبه های خوب بوده،
به آخرین محتواها و کارهایی که کردید یک لحظه فکر کنید. اونایی که فکر میکنن یه عدد یک بزنن. ولی هیچ کدومتون به قسمت منفیش فکر نمیکنید. یعنی چی؟ یعنی میدونی قسمت منفی این قضیه، من این فن آماده کردم الان خودم جا خوردم. این میشه که ممکنه تو مثلا متوقع بشی که اگر من یک هفته فنون استادو برگزار نکردم بگی اه زد زیر حرفش. این یه بعدش. دو اینه که ممکنه دیگه بابت خدمات و محصولات من پول ندی، ممکنه که فلان بشه. پس ما وقتی داریم محتوای از خودمون به بیرون به بازار، خب آفرین، متوقع بشی که چه نیادم بخرم، من متوقع بشم، آفرین. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که محمد جان ما داریم راجع به بیزینس صحبت میکنیم. خب وقتی من میام جنبه های منفیش رو میفهمم و نگاه میکنم، جنبه های مثبتش هم میبینم، این دوتا رو کنار هم دیگه انتخاب میکنم و این میتونه کارهایی که انجام میدم رو میزان فرسایشش در آینده یا تو لحظه رو واسه من به حد اقل برسونه. حالا میدونی داستان چیه؟ داستان اینه که من اگر این رو میدونستم، خب دقیقا همینه، من اگر این رو میدونستم اون موقع و عقل الانم رو داشتم، زمانی که میخواستم محتوای هشتگ مدیا رو منتشر کنم فقط به این فکر میکنم که اسم میپیچه فلان میشه بیسارش، به این فکر میکنم که امکان هم داره که فلانی از من شکایت بکنه. وقتی میخوام بیام مثلا یک مانتو بدم توی بازار، ما میام همیشه میگیم این مانتو رو از تو پینترست پیدا کردم، این شکلی داریم، خیاط دوخته، فلان شده، بیسار شده، بمان شده، این کاره رو میخوایم انجام بدیم. هممون به چی فکر میکنیم؟ به قسمت خوب، میریم 1000 تا میفروشیم، نشد سودشو کردیم، فلان بیسار بمان. ولی ممکنه اگر من به سمت مانتو برم، این بلا سرم میاد. ممکنه مانتوهام به خاطر گرما تو مسیری که میاد آتیش بگیره. و بچه‌ها ما زمانی که میخوایم از نقطه امنمون یک پله جلوتر بریم، زمانی که تصمیم میگیریم جلوتر بریم، زمانی که میخوایم یک اقدام در راستای بازاریابیمون انجام بدیم، ما فقط دستاوردهایی که میخوایم، اون اچیو هایی که میخواد دستمون برسه رو نگاه میکنیم. ولی میدونید توی دراز مدت این جواب نمیده. محصول تو میخوای راه بندازی، نفر میخوای استخدام بکنی، افزونه میخوای به سایتت اضافه کنی، میخوای بری توی انبارت مرتب کنی، میخوای چکلیست حسابداری راه بندازی، همه اینها عذرخواهی میکنه، من ازر میدم میریزه به هم، و همه اینها تو میای به این قضیه نگاه میکنی. ما همیشه خدا وقتی میخوایم کار درست انجام بدیم، حرف بزنیم، همه اینو کنیم، فقط میگیم ریچ اینفلیشن کامل لایک فلان بسا، ولی اینکه آدم‌ها اونو اشتباه بگیرن، چه اتفاق منفی میفته بهش فکر نمی‌کنه. حالا نکته چیه؟ خب آلومینیوم ام جی، آره میدونم آلومینیوم ام جی باید چیز بکنم، ولی من آها آزیتا، منفیاشو چک می‌کنی منصرف میشی، قطعاً تو نباید اون کار انجام بدی. یا بهتر بهت بگم، بیا باید رو راست باشم، تو دراز مدت اون کارو نمیتونی انجام بدی. ببین یه آدمه خب که هر روز یکی میاد مش میکوبه تو صورتش، ولی بهش میگن داره تو رو نوازش میکنه، ولی ببین یه دردی احساس میکنه، میگن این عادیه. خب ولی وقتی آگاه میشه دیگه نمیذاره بزنن. هم پیشگیری میکنی هم منفیه، هم که مثل یک احمق احمقانه رفتار نمیکنه. دور از جونت آزیتا، دارم بحث رو باز میکنم و اصلا روی صحبتم با شخص یا فرد خاصی نیست. ما خیلی وقتا توی جهل خودمون داریم آسیب ببینیم و نمیدونیم آسیب ببینیم. بچه ها اکثرتون توی اکثر وبینارای من شرکت کردید. من یادتون راجب ضرر پنهان صحبت میکردم؟ یادتون راجب ضرر پنهان کیا یادشونه؟ اونا که یادشونیش دو بزنن.
آقا من یک بار با یک آژانس مسافرتی جلسه داشتم، برگشت آدمه به من گفت من امسال 3 میلیارد 2 میلیارد کار کردم. من بهش رفتم ثابت کردم با این دو تا چهار تا که گفتم ببین تو فکر نکن 2-3 میلیارد کار کردی، خب تو 3-4 میلیارد کار نکردی. ببین تو سر زبون بیفتی سارا خطیبی، یه چیزی راحت بگم، من توی بازارم منو میشناسن، همه تون تقریبا اینو میدونید، خب توی بازار مثلا بازاریابی منو میشناسن. باورت میشه من یه کوه با خیال راحت نمیتونم برم؟ باورت میشه بعضی وقتا دوست دارم، اینا رو قبلا نمیدونستم، دوست دارم لایف بذارم یه مدل دیگه باشم، ولی اینا رو پذیرفتم. مثلا تو شغلان وقتی میدونی یه آپارتمان معرفی کنی، حالا با کلی تمجید تهش تو دلش که اگه اینقدر خوبه خودت چرا نکنه، یه تضاد منفی بود. من با سری اولش هم مرسی بچه ها. حالا ببین نگاه کن مهدی، داستان میدونی چیه؟ من میگم ما هممون دستاوردها رو میبینیم، ما دستاوردها رو میبینیم و میخوایم کار بکنیم، یعنی اصلا ذهن همه ماها توی اقدامات بازاریابی به سمت مثبته، ولی وقتی منفیا رو ببینیم اینجا بهروز عزیزم داستان ماتریس استبیلیتی مطرح میشه. تو میتونی از این منفیام فرصت ایجاد بکنی، نه که به سمت کمالگرایی بری. یه بار راجع ماتریس استبیلیتی سرچ بکنی، میگه هر نقطه قدرت و هر نقطه ضعف میتونه برای ما تهدید و فرصت ایجاد بکنه. تو وقتی آگاه میشی این اتفاق افتاده. منفیا کجاست؟ حالا منفیا یا روزگار بهت میگه کجاست، یا اینکه حالا مشاور میگیری، دوستی داری از بیرون به تو نگاه میکنه و همه این اتفاقا میتونه برای تو بیفته. اوکی بچه ها، اوکی گرفتین؟ مرسی ازتون، مرسی. فنای امشب فنای عمیقی بود. اونایی که میگن یه فن دیگه بگیم و بریم، یک بزنن. اونا که میگن بس دیگه دو بزنیم. بله بله، باش آروم یواش. چشم. یه چیزی رو بچه یادتون نره، یه کاغذ بذارید جلوتون، یه کاغذ بذارید جلوتون. گذاشتید، اونا که گذاشتن یا ایموجی یا اوکی بزنن. تو بیزینس خودتون مشکل فنی، توی بیزینس من مشکل فنی اینه که مثلا اینترنت من قطع میشه. الان توی این بیزینس که داریم، توی بیزینس اینه که سایتش مثلا اسنپ داری کار میکنی، اسنپ بالا نمیاد. توی هر بچه ها مثلا یه مشتری، خب حالا هرچی هر مشکل فنی که تو بیزینستون ممکنه باشه رو بنویسه روی کاغذ. همین الان دو سه تا بنویس. چشم، چقدرم کتاب. چشم. نه بچه ها ناکن، یک سری مشکل فنی توی بیزینس شما هست که گهگداری به وجود میاد. حالا نکته چیه؟ نکته اینه که بچه ها اینو ما باید بدونیم، همیشه خدا وبینار سیو میشه، همیشه خدا مشتریان ما نسبت به مشکل
مشکلات فنی که از سمت ما حتی به صورت ناخواسته وجود داره واکنش احساسی نشون میدن. پراتون مطمئنم میریزه بعد این. مشتری میخواد بیاد توی وبینار، ظرفیت وبینار یک نفر یا دو نفر بالا پایینه، نمیتونه وارد بشه، سریعا واکنش احساسی میده. قطعا ساره عزیز واکنش احساسی منفی میده. حالا اینم بهت بگم سارا، بسته به اهمیت موضوع، بسته به مسئله اون موضوع تو چه زمانی، خب این واکنش احساسی فرق میکنه. حالا اینجا میخوام بهتون یه فن بگم. فهمیدید بچه ها؟ فهمیدید داستان چیه؟ آقا طرف تو تخفیف گذاشتی، مثلا آقا الان نها کنید چیز بهت بگم، دیجیکالا داره میگه بلک فرایدی، همه تون ساکماکا رو جمع کردید پشت لپتاپ نشستی، شروع شد بریزید بخرید، سایت داون میشه، چی کار میکنی؟ بگو. مشتری میخواد به تو زنگ بزنه، هی به تو زنگ میزنه، تو خطت مشکل فنی داره، اشغاله، چه اتفاق؟ اصلا واکنش آفر خشم، واکنش احساسی، واکنش احساسی، به همه اینا میگن واکنش احساسی. حالا نکته چیه؟ اول از همه اینه که ما باید دلیل این واکنش احساسی رو بفهم. بعد نکته بعدی، بیاید یک بار خودتون رو جای من، خودم رو جای شما بذارم. خب فرض کنید یه مشکل شما بگید، مثلا بچه ها آفرین، نت من هی قطع میشه، نت قطع و بس میشه، آفرین. حالا شما میاد چی کار میکنید؟ یه واکنش احساسی به من بدید، یه واکنش احساسی. وقتی صدای من هی قطع و بس بشه، یه الان ما مشکل فن آفرین، آخه چرا ای بابا فوشت میدیم، حالا میخوام واقعا نتمو هی بابا این. حالا من بچه ها توی این مواقع باید برگردم از نگاه مخاطب حرف بزنم. ناکن توی این موارد یه جمله یه بزرگی میگه، حالا الان این دکتره، یکی از دکترهای بازاریابیه خیلی خفنه ها، برمیگرده میگه که زمانی که مشکل فنی میخوری و مشتری میاد واکنش احساسی میده، یه جمله رو بهش بگو: متنفرم وقتی این مشکل برای من به وجود میاد. مثلا من میام میگم خودم هم عصبی میشم وقتی اینترنت قطع و وصل میشه، آب رو آتیشه. سایت دیجیکالا قطع میشه، دیجیکالا میاد استوری میذاره که ما خودمونم ناراحتیم وقتی این مشکل به وجود میاد. البته همدردی نیست. جمله اینه: متنفرم وقتی این مشکل برای من به وجود میاد. همدلیه. دقیقاً. حالا نکته چیه؟ این جمله بچه ها، نه متاسفیم که چنین اتفاقی افتاده، نه متاسفیم همدردیه، آفرین. وقتی اتفاقی که میفته اینه که مشتری احساس بهتری داره نسبت به موقعیتی که ما توش قرار گرفتیم، و حالا واکنش احساسی مثبتش، واکنش احساسی منفیش کم کم تبدیل میشه یواش یواش به بحث یک برداشت مثبت. یکی از علتاش اینه که ما نسبت به اون گارد نگرفتیم. حالا خداییش به قول بچه ها
ما یه تیکه کلام داریم با دوستان میگم، ما به هم میگیم به تو میرسه خداییش تو این وبینار باید به 2000 نفر باید برسه این حرف، این تکنیک باید به 2000 نفر برسه، میرسونمش یواش یواش عزیزمت. بچه ها مجموعاً 16 فن استاد دارید، 16 فن استاد دارید، 100 نفر اینجایید، برید هر کدوم یه جمله از این وبینار استوری بکنید، خیلی حال میده به من، یه جمله، یه کلمه، یه چیزی که یاد گرفتید خب از این وبینار استوری بکنید، مطمئن باشید، مطمئن باشید هم حال خودتون خوب میشه هم حال من خوب میشه. و آره حالا کاری ندارم 5 نفر بیارین یا 5 نفر نذارین، ولی یه چیزی بهتون بگم، این که من تخته رو ببندم، من یه نکته، یه خاطره دارم همیشه خدا گفتم اونجا میگم. من یه دوستی داشتم همیشه وقتی میرفتیم خونش یه چایی دم میکرد، خب یه چای خیلی خوشمزه، بعد وقتی چای رو دم میکرد کنارش هل و دارچین و زنجفیل و اینا هم قرار میداد. اگه رفتیم خونش چای داشت، هل و دارچین هم داشت، چای یا هل و دارچینش واسه تو خیلی چکه. دوستتون دارم و واسه این قضیه از هیچ کدومتون اجازه نمیگیرم. فعلا خدا قوت، خدا قوت، دوستتون دارم، فعلا فعلا چکرم. دسترم نزم به این سینه ای که توش خونته، دل خوشیم دیدن طوره موی لوی شونته، دل تنگی دست من برای لمس گونته، از من تو خسته شدی تنها بودن بهونته. باشو بیا این برو نگاه کن، تو هم دلت میگیره، یه نفر هست که برای خنده هاتم میمیره، شلوغی رو دوست نداره، همه جا رو تنها میشینه، خودتو که نیستی ولی عکساتو هر روز میبینه. دل کندم از تو، دور بایستادم از تو، حدی خوب بودم برات کلن شدی عوض تو، آخر کارشو کردش، قلبم میگیره دردش، دلمو میبره وقتی که سرش شال سردش. دل کندم من از تو، دور بایستادم از تو، حدی خوب بودم برات کلن شدی عوض تو، آخر کارشو کردش، قلبم میگیره دردش، دلمو میبره وقتی که سرش شال سردش. از دور حواسم هست بهت قایمکی، من وسط مترسک و تو واسه من آدمکی، شده گریت بگیره تو خنده های علکی، ولی مغرورم و نیست روم حتی خط و ترکی. هنوز از دور حواسم هست به چشای ناز تو، یهگو داری میگیرم از دوست و تراغ تو، دوست دارم همش بخوابم تا ببینم خواب تو، ناامید میشم نبینم وقتی روی ماه تو. دل کندم از تو، دور بایستادم از تو، حدی خوب بودم برات کلن شدی عوض تو، آخر کارش کردش، قلبم میگیره دردش، دلمو میبره وقتی که سرش شال سردش. دل کندم من از تو، دور بایستادم از تو، حدی خوب بودم برات کلن شدی عوض تو، آخر کارش کردش، قلبم میگیره دردش، دلمو میبره وقتی که سرش شال سردش.